و مشخص شد برای ما قطعاً که ورود اونها به آب‌های سرزمینی جزیره فارسی که حدود 3 مایلی جزیره توسط مسئولین در تهران صورت گرفت و اجرایی شد توسط ما. سامی ایران در خلیج فارس و در حوالی جزیره فارسی در عصر دیروز این شناورها پس از تمکین فارسی بودن صحفی بوده و یک برنامه از پیش تعیین شده نبوده، به همین لحاظ در یک فاصله زمانی کوتاه آمریکا در تماس‌های مکرر با مقامات سیاسی کشورمان با غیر عمدی خواندن اقدام شناورهای رزمی خود آزادی تفنگداران آمریکایی را درخواست کرد. مراحلشون مشخص شد و آزادسازی صورت گرفت. نان آن که 9 تفنگدار مرد و 1 تفنگدار زن بودند دستگیر شدند. در حال شناورهای رزمی نیروی دریایی سپاه متوقف و سرنشین. سپاه پاسداران با بیان اینکه در شناورهای آمریکایی سلاح‌های سبک و نیمه سنگین وجود داشته است تصریح کرد. پس از انتقال و استقرار تفنگداران دستگیر شده در محل پایگاه نیروی دریایی سپاه، بررسی‌های لازم درباره چرایی و چگونگی ورود غیر قانونی آنها آغاز شد و همزمان مقامات سیاسی